درود بر شما. 20 دی ماه 1398 خورشیدی و 10 ژانویه 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به عملیات محدود نظامی ایران با آمریکا و تبلیغات جمهوری اسلامی در قهرمانسازی ملی گرایانه از قاسم سلیمانی. پرده آخرم آخر برنامه. ساعت 2 بامداد جمعه 13 دی ماه به وقت ایران، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در خودروی که به همراه یک مشاور، یک محافظ و ابو مهندس رهبر هشت و شعبی عراق بود و چند نفر دیگه در حوالی فرودگاه بین‌المللی بغداد هدف راکت نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفت و او و همراهانش همه کشته شدند. سپاه پاسداران اعلامیه داد و نوشت: به تأسی از پیام رهبر معظم انقلاب انتقام سخت میگیریم. هشت و شعبی عراق بیانیه داد که ما منتظر اقدام از سوی ایران هستیم تا ما هم وارد عمل شویم. بسیجیان و جهادگران صنعت هسته‌ای آمادگی خود را برای انجام تکلیف و جهاد پرشور در راه حاج قاسم سلیمانی تا برچیدن نظام سلطه اعلام کردند. یعنی بمب اتم میسازیم تا انتقام فرمانده نیروی قدس و تا تهش بگیریم. در سوی قاسم سلیمانی، بچه پولدارای تهران که بهشون میگن بچه پررویای تهران، که همه از طیف تازه به دوران رسیده مافیای حکومتی هن، ماشیناشون رو پوستر چسبون کردن، رژه لاکچری رفتن. یه چند تا عکساشو دارین میبینین دیگه. اما مردم عادی به رغم همه تبلیغات حکومتی، به رغم از چه میدونم تبلیغات از پیشتابستانی که واقعا عکسای شرم‌آور شما نتونستیم بیاریم پخش بکنیم، حتی که در کودکستان مثلا تابوت گذاشتن، عکس قاسم سلیمانی رو چسبوندن، بچه ها دورش دارن نوحه میخونن، دختر بچه های کوچیک گل سجده دارن میکنن، نمیدونم تابوتو، و علی‌رغم همه این داستان ها و بعد اووردن مردم به خیابون، و البته خیلی از مردم آمدن خودشون به خیابون که حالا در طول برنامه صحبت میکنیم، سوء استفاده درخشان حکومت از کشته شدن قاسم سلیمانی، مردم عادی چقدر جمعیت در ایران 84.5 میلیون جمعیت داره، اغلب وارد بازی تبلیغاتی حکومت نشدن. یه ویدیو ببینین، شاید معیار خوبی باشه در شناخت مردم از بازی تبلیغاتی حکومت. عکس اسم قاسم سلیمانی رو نمیزنه، هیچ کی اسم قاسم سلیمانی رو ماشینش نمیزنه، هیچ کی. من یه 2 ساعت اینجا هم کلن 10 نفر بیشتر عکسم. شابلون قاسم سلیمانی، اسم قاسم سلیمانی که بگیرین عکسش رو بزنین، اسمش رو بزنین. خب در داخل سپاه و دستگاه حکومتی هم واکنش‌ها به کشته شدن قاسم سلیمانی از فرداش، یعنی روز جمعه یه هفته پیش، علی‌رغم صدای تاپ و توپ زیاد، چندان سفت و سخت در محتوا نبود. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت آمریکایی‌ها صبح جمعه، یعنی فردای کشتن قاسم سلیمانی، به روش دیپلماسی و غیره متوسل شدن و حتی گفتن اگر میخواهید انتقام بگیرید متناسب با کاری که ما کردیم انتقام بگیرید.
در حالی که آنها نمیتوانند چیزی را تعیین کنند. دو بار سفیر سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران رو وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار کرد. یه بار پیام آمریکایی‌ها رو از سفیر سوئیس گرفت، بار دوم جواب پیامو داد که برسونه به دولت آمریکا. بامداد چهارشنبه 18 دی دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق هدف بیش از 20 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت. مشرق نیوز نوشت یک مقام آگاه در اطلاعات سپاه از حجم تلفات گسترده آمریکایی‌ها در حمله موشکی ایران خبر داد. وی گفت مطابق گزارشات دقیق منابع ما در منطقه تا این لحظه دست کم 80 نظامی آمریکایی کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند که زخمی‌ها بلافاصله با بالگرد از این پایگاه بیرون برده شدند. انتقام سخت به وقوع پیوست. دادم سپاه پایگاه تروریست‌های در عین الاسد را با خاک یکسان کرد. تحقیر ببر کاغذی، نخستین حمله رسمی به آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم. موشک‌های ما دقیقاً به اهداف اصابت کرد. مشغول بررسی نقش صهیونیست‌ها در ترور سردار سلیمانی هستیم. حمله موشکی سپاه به پایتخت آمریکا در عراق. سناریو رو ببینن. ارتش عراق در بیانیه اعلام کرد که مجموعاً 17 موشک به سوی پایگاه عین الاسد پرتاب شده، اما دو موشک اصابت نکرده و 15 موشک اصابت کرده. پایگاه هوایی اربیل هم هدف 5 موشک ایران قرار گرفته. و بعد نفسی به راحتی. خبرگزاری ایسنا نوشت ایران با ارسال نامه‌هایی برای دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان اعلام کرد به دنبال جنگ نیستیم و درباره هر گونه ماجراجویی نظامی علیه خود هشدار می‌دهیم. روز چهارشنبه فردای موشک پرانی خامنه‌ای سخنرانی کرد. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. در مقام مقابله مهم است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشه. روشن چی میگه؟ همون توییتی است که بعد از موشک پرانی ظریف وزیر خارجه‌اش زد. انتقام گرفتیم، دنبال جنگ نیستیم. کار انجام شد. خامنه‌ای هم میگه کارهای نظامی کفایت نمی‌کنه که ما به هدفمون برسیم. کفایت نمی‌کنه. حالا از این کلمه استفاده می‌کنه، یعنی نمیتونیم، نمیشه با جنگ به هدف رسید. هدف چیه؟ پایان یافتن حضور آمریکا در منطقه. خب اینم که بشین تا بیاد. چند ساعت بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید سخنرانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره حمله سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در عراق گفت هیچ آمریکایی در این حملات کشته نشده است. وی افزود که هیچ نیروی آمریکایی یا عراقی در حملات رژیم ایران در شب گذشته آسیب ندیده و خسارت‌های وارده نیز جزئی بوده است که از این رو به نظر می‌رسد ایران قصد دارد اقداماتش را کاهش دهد. وی تصریح کرد که خواهان زندگی خوب برای ایران است و گفت که آمریکا خواهان صلح با کسانی است که پذیرای آن باشند. چهارشنبه شب بعد از این صحبت‌ها رویترز به نقل از مقتدی صدر رهبر جنبش صدر عراق نوشت پس از موضع‌گیری‌های تهران و رئیس جمهوری آمریکا، اینا رو مقتدی صدر نوشته، پس از موضع‌گیری‌های تهران و رئیس جمهوری آمریکا بحران به پایان رسید. مقتدی صدر از شبه نظامیان خواست صبر پیشه کنند و دست به عملیات مسلحانه نزنند. خب حالا بیایم یه چند تا خبر دیگه از منابع خبری خارج از ایران در منابع خبری بین المللی ایندیپندنت فارسی. حمله موشکی سپاه با آمریکا هماهنگ شده بود. روشن است که حمله بامداد چهارشنبه به پایگاه عین الاسد و اربیل غافلگیرانه نبوده است. ایران وایر. یک دیپلمات ایرانی به ایران وایر گفت ایران در حمله‌ای که در 18 دی بعد از روزها مشورت انجام داد عمدن به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکایی حمله کرده و از هدف گرفتن پرسنل خودداری کرده است.
در فاصله کشته شدن قاسم سلیمانی، این حرفا رو که عمدن نخواسته پرسنل آمریکا رو، نیروهای آمریکایی رو بکشه، البته روز پنجشنبه دیروز هم فرماندهان سپاه، فرمانده هوافضای سپاه هم اومد توی کنفرانس خبری اینا رو اعلام کرد و گفت خب ما نمیخواستیم، اگه آمریکایی‌ها میزدن اون وقت میزدیم از این حرف. خب چند اتفاق نمیدونم بگم مهم یا غیر مهم، به هر حال در پنج روز در فاصله کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله موشکی به نیروهای آمریکا در عراق افتاد. نامه از دولت آمریکا برای مسئولان جمهوری اسلامی، نامه از آمریکا به هر حال برای مسئولان جمهوری اسلامی فرستاده شد و جمهوری اسلامی هم بعد از برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور علی خامنه ای جواب نامه رو برای آمریکا فرستاد. بعد مقامات قطری با مسئولان جمهوری اسلامی صحبت کردند. بعد یه هیئت عمانی آمد ایران. قطر و عمان به خاطر اینکه مرکز فرماندهی هوایی آمریکا در منطقه در قطره و عمان چون همیشه میانجی جمهوری اسلامی آمریکا بوده که در جریان هست. بعد در محافل خبری زمزمه پیچید که بعد از خاکسپاری سلیمانی جمهوری اسلامی جاهایی رو میزنه. بعد ساعت 2 بعد از شب دو تا پایگاه نیروهای آمریکایی زده میشه. نیروهای آمریکایی صدمه نمیبینن چون چند ساعت قبلش خودشون و تجهیزاتشون منتقل شده بودن محل امن. سربازای فنلاندی و دانمارکی هم که تو این پایگاه ها بودن قبلا به جاهای امن منتقل شده بودن. یه کمتر از یک روز قبلش سربازای کانادایی و آلمانی هم منتقل شده بودن اردن. نخست وزیر عراق اعلام کرد که جمهوری اسلامی حمله موشکی رو به عراق اطلاع داده بوده بعد از حمله. یعنی چی؟ یعنی وقتی به عراق اطلاع داده بود یعنی به آمریکا هم اطلاع داده بود. به هر حال از طریق عراق به آمریکا گفته بود. منابع آگاه به ایندیپندنت عربی گفتند که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس و ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده سازمان بسیج مردمی در بغداد، تلاش‌های دیپلماتیک جامعه جهانی و کشورهای منطقه از جمله عراق برای جلوگیری از شعله‌ور شدن یک جنگ بزرگ در منطقه ادامه داشته و در نتیجه این تلاش‌ها تهران و واشنگتن در مورد چگونگی واکنش نظامی ایران به توافق رسیدن. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی. آقای دایی خواهش میکنم بفرمایید که واقعا این حمله و عملیات، خوشبختانه همیشه صریح شما حرف میزنیم، منم این پرسش خیلی خیلی ابهام برانگیز و در واقع میخوام روشن جواب بدین که آیا این هماهنگ شده بود؟ حتی که یه واژه‌ای دارن مسئولین جمهوری اسلامی در مورد این گونه مواقع که ما اقداماتی که میکنیم برخی رو آبرو و مصلحت، یعنی مثلا سر برجام اینا میگفتن خب مصلحت اینه که ما نرمش قهرمانانه بکنیم یعنی عقب نشینی کنیم، ولی طوری باید بشه مثلا امتیازات نمادین هم بگیریم که آبرومون حفظ شه. سر این موضوع مصلحتشون این بود که کسی کشته نشه، برای حفظ آبرو هم باید حمله میکردن. بنابراین از قبل با آمریکا اطلاع داده بودن، از چند ساعت قبل حتی یکی از مسئولین عراقی گفته که یکی از جنرال‌های آمریکایی ساعت‌ها قبل از حمله اومد داخل پایگاه، قبل از اینکه اصلا تحرکی در قسمت موشکی باشه در داخل کشور، اومد اونجا به ما گفت پناهگاه به قرار حمله بشه. یعنی نوع حمله، ساعت حمله، نحوه حمله، همه رو اینا رو اطلاع داده بودن. چون هدف جمهوری اسلامی اینه که با ایجاد تنش در منطقه، درگیری از طریق گروه نیابتی بتونه منطقه ناامن بکنه که باج بگیره از آمریکا، ولی حساب نمیخواد پس بده. سر این ماجرا مجبور بود به خاطر اینکه سلیمانی حرف شده بود، یعنی که مقاماتش خودش، یعنی این بار نه گروه های نیابتی، خودش بیاد یه اقدامی بکنه، ولی باید حداقل رو انجام میداد که مثلا آبروش حفظ بشه. ولی واقعش اینه که هم مسئولین آمریکایی از قبل میدونستن، هم هماهنگ شده بود و آمریکا هم راضی بود از این. هر دو طرف به کاهش تنش نیاز داشتن. جمهوری اسلامی دنبال جنگ نیست، میترسه، ترس میدونه که اگه جنگ بشه خب سرنوشتش به کدوم سمت خواهد رفت، قدرت خودش رو میدونه. بنابراین من فکر کنم هماهنگی لااقل در این بوده که هیچ آمریکایی کشته نشه و این حمله هم یک حمله نمادین برای حفظ آبروی نظام باشه. آقای دایی، اگر ما اینجوری نگاه بکنیم، حالا صحبت میکنیم درباره در واقع استفاده یا سوء استفاده حکومت ایران از کشته شدن قاسم سلیمانی در پیوند با این
حس در واقع تشدید و تحریک حس ناسیونالیستی چرز کنم هایی بشه اسمش رو گذاشت حس ناسیونالیستی مردم و پیرامونیان و حکومت و نمیدونم سلبریتی های ساده لوح و نمیدونم همه اینا. آیا میشود گفت که کل این ماجرا به نفع جمهوری اسلامی شد؟ چون حقیقتا از چیزی که جمهوری اسلامی بیش از همه میترسه و به صراحت لااقل از 88 به این بعد دیگه همه فهمیدن، لااقل این نسل‌های جدید هم فهمیدن، خیزش سراسری مردمه. این ماجرا باعث شد که پیامدهای خیزش آبان 98 کسی دیگه در باید صحبت نکنه، کاملا بره زیر پوشش این خبرها. 1500 تا کشته و بعد هزاران زندانی، هیچ صحبتی نیست. همه بفرمایید خواهش میکنم. خب ببینید، اگه ما بررسی بکنیم در این وقایعی که چند هفته گذشته اتفاق افتاده، چه چیزی گیر جمهوری اسلامی اومده و چه ضررهایی کرده، کفه ترازو به کدوم سمته؟ خب درسته که بعد از این وقایع با این مراسم سوگواری و شهادت و تشییع جنازه و اینها تقریبا فضا رو کنترل میکنه، اون فضایی که در داخل ایران بعد از قیام آبان ماه بود، انزجار و نفرت از حکومت، 1500 کشته، بیش از 10000 دستگیر شده، همینطور در عراق، این رو به حاشیه ببره. ولی این بسیار موقتیه، بالاخره تمام مسائل بنیادین کشور سر جای خودشه، فقر و فلاکت مردم، ورشکستگی و نفرت مردم از نظام سر جاشه، به همین ترتیب در عراق و در لبنان. بنابراین به اعتقاد من این برد کوتاه مدته. ولی چه چیزی رو جمهوری اسلامی از دست داده؟ خب اولین مسئلهش اینه که فرمانده سپاه قدس رو از دست داده، کسی که 20 سال تجربه داره، فرماندهی کرده، تمام کارهای منطقه‌ای رو این انجام میداده. بنابراین از این به بعد از فرماندهیش، از تجربهش، از روابطی که داشته دیگه برخوردار نیست. این یک شکسته. مهمتر از همه اینه که بالاخره جمهوری اسلامی با این کارهای منطقه‌ای که میکنه، این گفتمان ایدئولوژی مبارزه با آمریکا و نمنم نابودی اسرائیل و رهبری جهان اسلام، همه اینها میخواد قدرت نمایی کنه، خودش رو شکست ناپذیر جلو بده. قاسم سلیمانی رو کرده بود سمبل همین، سمبل قدرت، قدر قدرتی و شکست ناپذیری. خب وقت که این آمریکا میزنه و میکشه، یعنی این بادکنک میتره که جمهوری اسلامی در انظار مردم ایران ضعیف میشه، در انظار مردم منطقه، در تعادل قوا بین مردم و نظام. خب این عمل خواهد کرد، بعد از مدتی که این احساسات یکی دو هفته فروکش کنه، این خودشو نشون خواهد داد. این بسیار مسئله جدیه. بعدم خب این حمله آبکی که جمهوری اسلامی کرده برای تلافی، ضعفش رو بیشتر نشون داده. مهمتر از همه، جمهوری اسلامی یکی از تنها راههایی که برای نجات موقت خودش لااقل میبینه اینه که بره پای میز مذاکره با آمریکا، بتونه یه سری معافیت‌های نفتی بگیره. خب برای این کار چیکار میکنه؟ میاد همین تنش‌های منطقه‌ای رو میکنه. آمریکا با زدن قاسم سلیمانی اومده دست اینا رو بسته، اینا نمیتونن از حدی بیشتری یه سری اقداماتی در منطقه بکنن. یعنی بازدارندگی آمریکا رفته بالا، دست جمهوری اسلامی بسته شده. در پایانم بالاخره در سالی که ما درش هستیم، قبل از انتخابات آمریکا، با این جوی که الان در ایران به وجود اومده، این رجزخوانی‌هایی که میکنن، کشته شدن سلیمانی و غیره و غیره، و افزایش تضاد بین جمهوری اسلامی با آمریکا که درش تردیدی نیست، با این فضا آیا ما بیشتر به طرف سازش و امتیاز دادن آمریکا میریم یا برعکس؟ که به اعتقاد من برعکسه. بنابراین احتمال سازش بسیار کمتر شده. توافق کوتاه مدت، هیچ وقت سازش دراز مدت بین جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه نخواهد بود. ولی این احتمال که بشینن سر یه مذاکره، یه امتیازات موقت، معافیت‌های نفتی کوتاه مدتی بگیرن تا بتونن این بحران رو پشت سر بگذارن، این رو به شدت ضعیف شده. بنابراین در مجموع فکر کنم جمهوری اسلامی در مجموع اگر یکی دو هفته رو پشت سر بگذاریم، در کلش بسیار بسیار ضرر کرده. سپاسگزارم. حالا برمیگردیم به شما دایی عزیز. ببینید، این نکته که من درباره آبان، اعتراضات سراسری آبان 98 و فراموش شدگی موقت، لااقل موقت، پیامدهای اون و خود اعتراضات و دلیل اون اعتراضات عرض کردم، بزنین یه پولی بزنم به نقش قاسم سلیمانی با سرکوب اعتراضها در ایران. فقط برای اونایی که یادشون رفته یادآوری میکنم که سال 78 همزمان با حوادث سرکوب خونین کوی دانشگاه در تهران،
24 فرمانده ارشد سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراض‌ها قوی‌تر عمل نکنه خودشون دست به کار میشن. متن اون نامه اولیه دیگه در آمده الان که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه نوشته بود اون نامه رو، حضرات اصلاح طلب. پس از اعتراض های سال 88 سلیمانی تا یک سخنرانی عمومی اعتراض ها رو فتنه و اعتراض های 96 رو اختشاش خواند و از به خاک مالیده شدن بینی دشمن در آنها سخن گفت. 23 بهمن 96 در سخنرانی کرمان با صراحت گفت، متن کامل سخنرانیش و فیلم کامل سخنرانیش هست، 23 بهمن 96: رمز موفقیت ما در پیروی مطلق از امام خامنه‌ای عزیز و این فقیه عالی قدر از همه باید تابع مطلق امام خامنه‌ای باشند. تابع مطلق چون و چرا نداره. ببینید، غیر از اون حلقه اصلی و سختی که قاسم سلیمانی رو سردار اسلام میداند، همه مدافعان سلیمانی و مشترکن در اینکه او سردار ایرانی، مدافع تمامیت ارضی ایران، و بعضیا میگن که آرش کمانگیری که مرزهای ایران رو، کدوم مرزهای ایران، مرزهای اسلامشون رو میشه گفت، گسترش داد و بعد اگر او نبود ایران تک پاره میشد، دست داعش میافتاد تا به زن و بچه ها تجاوز کنن، سر مردان با شمشیر قطع کنن و از این حرف. یک وحشت بود داعش سنی. اما آیا این که قاسم سلیمانی در از بین بردن داعش چقدر دست داشت و اصلا نقش اساسی داشت یا نه، آن یک واقعیت یا یک فریب، باید پاسخ داد به این سوال. فرمانده سپاه پاسداران میگه ویژگی سپاه پاسداران که نیروی قدس هم بخشی از اون بود این است که کلمه ایران اصلا تو اسمش نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. قدس یکی از نیروهای سپاه پاسدارانه. فرماندهش قاسم سلیمانی بود که کشته شد، الان فرمانده شده قاآنی که دستیار سلیمانی بود در چندین سال گذشته و یک بارم لو رفت که در پوشش معاون سفیر رفته ولایت بامیان افغانستان با فرماندار بامیان ملاقات کرده. اینا عکسا و این نوشته مال 29 تیر ماه 1398. نوشته آقای اسماعیلی معاون سفیر ایران در افغانستان با آقای محمد طاهر ظهیر والی ایالت بامیان دیدار و گفتگو کردند. آقای اسماعیلی یعنی آقای اسماعیل قاآنی، سردار اسماعیل قاآنی. اسماعیل قاآنی معاون سفیر ایران هیچ وقت نبوده و نیست، اصلا تو وزارت خارجه نبوده و نیست. دستیار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود اون موقع که با والی بامیان ملاقات کرد. نتیجه افسر ارشد سپاه قدس و معاون سفیر جا میزنن، طرف میشینه باهاش صحبت هم میکنن، قول و قرار هم میذارن. سفیر و سفارت خونه جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ چی؟ سردار قاآنی بعد از گزارش به سردار سلیمانی به سفیر جمهوری اسلامی در کابل میگوید که با والی بامیان دیدار کردم، قرارهایی باش گذاشتم، شما دخالت نکنین، هر وقت پرسیدن وصلشون کنین به خود ما. بهمن 96، یعنی من دیگه درباره روابط ایران، جمهوری اسلامی، طالبان و این داستانا نمیگم که اگه فرصت شد میشه به اونها اشاره کرد. بهمن 96 یعنی یک سال و چه میدونم چقدر میشه، سه سال و دو ماه پیش، خامنه ای گفت که 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بردارن، 2 میلیارد و 500 میلیون دلارش به سپاه داده بشه. یادتونه دیگه، حالا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی 200 میلیون یورو برای همین دو ماه آخر سال خورشیدی خیرات دادن به نیروی قدس، ماهی 100 میلیون یورو. با همین پول هست که نیروی قدس سپاه هشت و شعبی رو با الگوی بسیج سپاه در داخل درست کرد و خیزش مردم
عراق رو من یک اشاره بکنم، بگذارم فقط به سرکوب خیزش مردم عراق به دست قاسم سلیمانی. امیدوارم بتونیم برگردیم به این بحث در فرصت مناسب، به همه این بحث ها بپردازیم. ببینین در خبرگزاری العربیه نوشته است احمد الجبوری نماینده پارلمان عراق روز شنبه 5 اکتبر 2019 گفت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مسئول قتل تظاهرات کنندگان عراقی است. طبق اطلاعاتی که به دست آمده سلیمانی به کمک یکی از مزدورانش به نام حاج حامد در بغداد یک اتاق عملیات برای ترور فعالان و رهبران این جنبش تشکیل داده و گروهی از تکتیراندازان را به سرپرستی این مزدور عملیات قتل تظاهر کنندگان و معترضان مسالمت آمیز را طراحی و هدایت میکنه. ببخشید. نماینده دیگر پارلمان عراق فائق الشیخ علی، نماینده دیگری در پارلمان عراق روز شنبه 5 اکتبر 2019 نوشت ایران ما را به قتل میرساند، دیگر این یک راز نیست. چقدر تو عراق کشته شدن و بحث عراق و لبنان رو بارها کردیم. به هر حال این صریح‌ترین سخنی بود از یک نماینده پارلمان عراق درباره نقش قاسم سلیمانی در سرکوب جوانای عراقی که اومدن تو خیابون و صدها نفر کشته شدن میدونین، و آقای حاج حامد که در اتاق عملیات در واقع دستیارش عضو ارشد هشت و شعبی در بغداد بود. خب نطق تیر ماه 96 حاج قاسم درباره رهبر هشت و شعبی عراق ابو مهدی المهندس که با او کشته شد ببینید. بشتن. این برادر من آقای مهندس ابو مهدی که یک شهید زنده هست، واقعا یه مجاهدی با 40 سال مبارزه، او توانست کلید در همه انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی را در کنترل خودش بگیره. هزاران تن سلاح و مهمات بدون اینکه بحث سمنی در قبال آن بشود سرازیش به سمت عراق. امروز ستاد هشت، ساختارهای هشت قدرتمندتر از ساختارهای هر ارتشی در منطقه هستند. خود هشت ارتش قدرتمند بزرگی است. خب هیچ توضیحی بنده نمیدم، روشن صحبت. لشکر فاطمیون درست کردن از افغانستانی های نیازمند و بعضن زندانی در ایران به دلیل مواد مخدر. خانم بلقیس روشن نماینده ولایت فراه در مجلس سنای افغانستان میگه از افغانستانی هایی که با نیروی قدس سپاه پاسداران فرستاده شدن سوریه دست کم 5500 نفر کشته شدن. و دیدن که روز جمعه قاسم سلیمانی رم زدن. ما خجالت میکشیم که کرزه و ریادم ابراز تاسف میکنن، چون بر همه مردم معلوم است که سلیمانی شخصی است که بیشترین جنایت در افغانستان کرده. حداقل 5500 جوان افغانستان از زیر نام لشکر فاطمیون در سوریه به کشتن داد. 1200 نفر امیال ناپدید و گم هستند. افزون بر فاطمیون، ده ها گروه مزدور دیگه نیروهای قدس سپاه در سوریه و عراق و یمن و عربستان و لبنان و بحرین درست کرد با چک سفیدی که از خامنه‌ای گرفته بود، مستقیم این گروه ها رو هدایت می کرد. مردم سوریه 8 سال پیش علیه حکومت بشار اسد قیام کردند. در جریان بهار عربی جمهوری اسلامی هم دست بشار اسد شد برای قتل عام مردم سوریه. چرا؟ امروز سوریه از حزب لبنان و از عراق و از یمن و از بحرین از همه جا برای ما مهمتر، چون سوریه نقطه اتصال سوار است. سوریه هم مرز با سرزمین اشغالی است، برای ما مهم اینا اهدافی داریم که سوریه از اتحاد فرماد هر کاری میتوانید برای سوریه انجام دهید. ما از چه طریقی در شرق مدیترانه حضور پیدا میکردیم و از فلسطینی ها و لبنانی ها حمایت می کردیم و یک جبهه به هم پیوسته ای را از ایران
تا سوریه، تا لبنان، تا فلسطین شکل میدادیم. هاب این اتصال یعنی نقطه کانونی این پیوند سوریه بود. اگر سوریه از این زنجیره جدا میشد، اتصال ما با محیط فلسطین و لبنان و سوریه گسسته میشد. جبهه مقاومته، بس سوریه نیست. اگر امروز حزب الله دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی که حزب الله است تو منطقه، اگر سوریه نبود حزب الله وجود نداشت. بعد از جنگ 7 ساله در سوریه و کشته شدن 400-500 هزار نفر، بازم جمهوری اسلامی باید سوریه را برای حفظ همون کوریدور که فرمانده کل سپاه میگه نگه داره و تقویت کنه. مجری همه این سیاست ها و جنایت ها قاسم سلیمانی بوده. این چه وضعی آخه؟ حکومت اسدی که اینقدر حفظش برای جمهوری اسلامی حیاتیه، همیشه با داعش همکاری کرده، با چه روی جمهوری اسلامی میگه ما داعش رو از بین بردیم به دست قاسم سلیمانی؟ بیزینس اینسایدر نوشته دولت سوریه تا حدی با دولت اسلامی داعش تبانی کرده است. از جمله دلایلی که برای این ادعا ارائه میشود، یکی آزادی زندانیان سیاسی اسلامگرا قبل از پایان محکومیت آنها در آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال 2011 است، 8 سال پیش. بسیاری از آنها به دولت اسلامی داعش پیوستند یا در زمره رهبران گروه های تندرو مذهبی همچون جبهت النصره، احرار الشام و جیش الاسلام قرار گرفتند. همچنین سازمان های اطلاعاتی و نیروهای جدا شده از القاعده گزارش دادند که دولت سوریه به طور مستقیم از داعش نفت خریداری می کند. برای حفاظت از خطوط لوله نفت و گاز در شمال سوریه به جبهت النصره پول می دهد و تانکرهای حامل نفت آزادانه وارد مناطق تحت کنترل دولت می شوند. نیروهای اپوزیسیون تصاویر گذرنامه‌های روسی و ایرانی اعضای اسیر شده دولت اسلامی داعش را منتشر کردند. یک عضو جدا شده از داعش در این مورد به روزنامه تلگراف گفته ما مطمئن بودیم که رژیم اسد ما را بمباران نمی کند و همیشه با خیال راحت در پایگاه می خوابیدیم. در مارس 2015 اتحادیه اروپا گزارش داد که نیروهای حکومت سوریه و دولت اسلامی داعش به طور مشترک یک نیروگاه گازی در شهر نمیتونم بخونم در مرکز سوریه را اداره میکنند که هم برق مناطق تحت کنترل حکومت و هم مناطق تحت کنترل داعش را تأمین میکنند. بر اساس این گزارش در موارد دیگری هم دولت سوریه از داعش محصولات نفتی خریداری کرده و بهای آن را با تأمین برق شهرهای تحت کنترل داعش میپردازد. اتحادیه اروپا بر اساس این مدارک چند تاجر سوری را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. خب داعش عقب نشینی میکنه در جنگ علیه نیروهای متحد کرد و نیروهای ائتلاف و بازی تبلیغاتی جمهوری اسلامی همیشه دنبال سوء استفاده است. درباره داعش بازی تبلیغاتی شروع میشه. قاسم سلیمانی در 30 آبان 96 پایان داعش را اعلام کرد در نامه‌ای به خامنه‌ای. حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان، نامه خامنه‌ای: با اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال آخرین قلعه داعش، با پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعلام میکنم. چه تاریخ؟ 30 آبان 96. خامنه‌ای هم جوابش میده: خدای بزرگ را با همه وجود سپاسگزارم که به مجاهدات فداکارانه شما شجره خبیثه‌ای را که به دست تواقیت جهان غرس شده بود به دست شما بندگان صالح در کشور سوریه و عراق ریشه‌کن کرد. اینا همش اما دروغ بود. داعش از بین نرفته بود، همچنان با نیروهای کرد و نیروهای ائتلاف در جنگ بود. تا 6 ماه بعد از نامه‌های فدایت شبم قاسم سلیمانی و خامنه‌ای در اعلام پایان قلابی کار داعش، نیروهای ائتلاف همچنان تمرکزشون رو جنگ علیه داعش بود. 10 اردیبهشت 97، 6 ماه بعد از اون اعلامیه، ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا علیه جریان دولت اسلامی در عراق روز دوشنبه 10 اردیبهشت 30 آوریل بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن آمده است که مرکز اصلی این ائتلاف در بغداد به فعالیت‌های خود پایان داد. این بازم پایان کار داعش نبود. 1.5 سال بعد، 4 اسفند 97، نیروهای دموکراتیک سوریه که علیه بشار اسد و علیه داعش می‌جنگیدند،
پس از هفته ها نبرد با آخرین گروه از داعش در روستای مرزی باغوز در استان دیرالزور سوریه، رسما پایان عمر خلافت خودخوانده داعش را اعلام کردند. آقای دایی خسته نباشین از انتظار، ببخشید. خواهش می‌کنم. حقیقتا نیروی قدس سپاه به رهبری قاسم سلیمانی چقدر علیه داعش جنگید و این تکیه‌ای که امروز جمهوری اسلامی دارد می‌کند روی قهرمانی قاسم سلیمانی در مبارزه و نابود کردن داعش تا چه حد درسته؟ عرض کنم که واقعش اینه در عصر اینترنت که هر کسی می‌تونه به اسناد و مدارک رسمی دولت‌ها و معتبر دسترسی داشته باشه، می‌تونه اعترافات خود مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه رو ببینه. کسانی که امروز از قاسم سلیمانی به هر نوعی دفاع میکنند دارن خیانت میکنند، چون به اعتقاد من دانسته این کار رو میکنند، میدونن یک فریب و یک شالاتانی بزرگ از طرف جمهوری اسلامیه. واقعش اینه که وقتی مردم سوریه در بهار 2011 قیام کردن، مسالمت آمیز بود، بعد ارتش سوریه اینها رو کشت، بعد ارتش آزاد سوریه تشکیل شد که ارتشی ها بودن مردم به اونا پیوستن و بشار اسد در آستانه سقوط بود، به گفته همدانی هم به هموطنان برن چک کنن، گوگل کنن مصاحبه حسین همدانی با نشریه جوان که فروردین 1394 برن نگاه بکنن. بزرگترین فرمانده سپاه در سوریه بوده. در سال 2011 اینا وارد سوریه میشه سپاه. در سال 2012 تمام عیار میاد، حزب الله لبنان، شیعیان عرف، فاطمیون. اصلا اون موقع نه داعشی بود و نه جبهه ناس. داعش به طور رسمی آوریل 2013 به وجود اومد. همطور هم که شما اشاره کردید دولت بشار اسد بسا کمک کرد به اینا و همکاری کرد، چون مشکلش ارتش آزاد بود. این اولا. دوم، در سال 2013 اینا اومدن اول رقه رو گرفتن، در سال 2014 اومدن در عراق موصل رو گرفتن. کی اول جلوی اینها ایستاد؟ کردها بودن در عراق. بعد که اینا به نزدیک بغداد و مناطق شیعه رسیدن، بخش از گروه شیعه شروع کردن با اینها مبارزه کردن، ولی عمده مبارزه رو اول کردها کردن. در سوریه این آمریکا و متحدینش بودن که اومدن نیروهای دموکراتیک سوریه رو درست کردن با کمک کردها که با داعش بجنگن در سوریه. در عراق هم همین آقای اوباما نیرو فرستاد، همین نیروهایی که الان در عراقن مال آمریکا رو همون موقع آقای اوباما فرستاد برای مبارزه با داعش. تو همین پایگاهی که جمهوری اسلامی چند تا موشک آبکی زده، همین الان کانادایی بوده، آلمانی بوده، کشورهای دیگه بودن. این ائتلاف جنگیدن، نیروهای دموکراتیک سوریه و ارتش آزاد که به اصطلاح کردها و همین ارتش آزادیا بودن بخششون، 11,000 کشته دادن در مبارزه با داعش. اصلا سپاه قدس با اینا کاری نداشت، ارتش بشار اسد با اینا کاری نداشت. که شهر رقه رو کی پس گرفت؟ نیروهای آمریکایی و همین نیروهای دموکراتیک سوریه. شهر موصل رو چه کسی پس گرفت؟ ارتش آمریکا به کمک ارتش عراق. اکثر مطلق کشته های سپاه قدس و گروه وابسته به اون در سوریه با گروه های غیر داعش و جبهه نصر بود، چون کاری به اونا نداشتن. میدن آمریکا و کردها و غیره دارن با این داعش اینا میجنگن، اینا با خیال راحت سراغ بقیه میرفتن. تنها موقعی که اینا جدی وارد شدن این بود که در شمال در سوریه نیروهای متحد آمریکا رقه رو داشتن میگرفتن، در جنوب هم داشتن موصل رو در عراق میگرفتن. مشخص بود که بعد از اینکه رقه رو بگیرن و موصل رو بگیرن، اینها حرکت خواهند کرد به طرف مرز سوریه و البو کمال رو میگیرن. جمهوری اسلامی و سپاه قدس برای اینکه بیاد این البو کمال رو حفظ بکنه، اینا حمله کردن از پایین، از طریق با هشت شبی، از بالا هم سپاه قدس و نیروهای وابسته به اون، که البو کمال و گذرگاه مرزی قائم رو که در طرف عراق بود رو بگیرن، بتونن این کوریدور رو حفظ بکنن. بنابراین بیش از 85% کشته ها، یعنی حتی با در نظر گرفتن این یک سری کشته که اون لحظات آخر دادن برای حفظ موقعیت و کوریدور خودشون، 85% کشته های سپاه قدس در سوریه اصلا در مبارزه با داعش نیست. هموطنان گوگل کنن، از به خصوص از 2013 به بعد نقشه درگیری ها کاملا مشخصه. نقاطی که هر نیروی بوده در سوریه مشخصه، هنوز هست، تو تمام آرشیف ها موجوده، نگاه بکنن. بعدم کجا اصلا اینا خودشون اومدن گفتن برای مبارزه با داعش دفاع از وطن بوده، کیه که برای اینا در داخل کشور و بدتر از اون در خارج کشور سینه میزنن؟ خودشون دارن میگن برای حفظ حزب الله است، برای حفظ اسلامه.
حفظ حرم مثلا دروغی، کجا اسم وطن رو، دفاع از وطن رو بردم؟ در پایان هم آقای فلاحتی، آبشخور داعش و القاعده با جمهوری اسلامی یکیه. اینا از نظر فکری که مرشد همه اینها، مرشد همه اینا سید قطب مال اخوان المسلمین بود، از اون طرف ایمان و زواهری و بعد بن لادن در اومد، از اون طرف کتابای سید قطب رو علی خامنه‌ای ترجمه کرده، هر دوشون یه آبشخور فکری دارن و گذشت از اون، کدام جنایتی در منطقه و داخل کشور خود ما بوده که جمهوری اسلامی مثلا دست کمی داشته از داعش؟ کدام جنایتی بوده داعش کرده که اینا نکردن؟ مردم عادی رو، زن و بچه مردم تو خیابون 1500 نفر همین چند هفته پیش به رگبار بستن، در زندان ها تجاوز کردن، بعد اعدام کردن، کدام شکنجه‌ای رو در داخل کشور نکردن؟ کدام جنایتی اینا نکردن در حق مردم ایران، در حق مردم منطقه؟ داعش سر بریده؟ نیروی هشت شبی فیلماش تو یوتیوب هست، برید نگاه بکنید. همین ابو اسرائیل مال گردان و نمیم چی چیه، امام علی قربانیان رو خوشون گرفتن، به چوب کشیدن، آتیش گذاشتن زیرشون، دارن میچرخونن، پوست اینها رو کندن. این همین رهبر کنونی فرمانده جدید هشت شبی، فرمانده نزایش هادی آمری، تو اسناد سفارت آمریکا هست که در سرکوب سنی ها 2000 نفر رو شخصا در کشتنش دخالت داشته و شیوه مورد به اصطلاح نظرش بیشتر این بوده که با بته مته برقی اسکلت مغز اینا رو سوراخ میکرده. اینا از داعش کمتره؟ بنابراین اینها یکی هم ممکنه یک جاهای بسیار محدودی سر منطقه با هم اختلاف داشته باشن. و گذشته از اون، بعد از این که القاعده ضعیف شد در افغانستان، همین سپاه قطب رهبری قاسم سلیمانی، اینها اومدن از شبکه های اینها در آفریقا، در جنوب آسیا، اینها شروع کردن استفاده کردن، ما هم همکاری کردن. خانواده بن لادن در ایران بودن، دامادش، پسرش، اینا وقتی بن لادن کشته شد، تو اسنادی که بود یکیش اینه که به همسرش میگرفتی ایران، همسرش میگرفتم دندونساز، نگران بوده که نکنه تو دندون این دستگاه شنود گذاشته جمهوری اسلامی، چون با علارغم سرویسی که به اینا میداد جمهوری اسلامی اعتماد نداشتن. بنابراین این حرفا قهرمان سازی های واهی از قاسم سلیمانی که با داعش مبارزه میکرده، اینا بدتر از داعشن، به خصوص برای مردم منطقه. حالا یک توجیهی که میارن این است که، یعنی میتونن بیارن به دلیل توجیهایی از جمله تقیه و نمیدونم این داستان ها، این میتونه باشه که همه این کارا رو به خاطر مبارزه با شیطان بزرگ، دشمن اکبر، از این حرفا داره میکنه. خود فرمانده های سپاه شنیدیم دیگه، میگن که جنگ در سوریه و عراق از لحاظ استراتژیک برای حفظ کریدور زمینی تهران دمشق بوده، که آقای دایی توضیح دادن و یک کمی از نقشه رو دیدیم، و برای حفظ این کوریدور هست. این کوریدور تهران دمشق چقدر حیاتیه برای جمهوری اسلامی؟ روشن است که حالا با توضیحات شما که اساس حضور جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، به طور کلی غرب ایران تا مدیترانه، روشنه که دلیلش حفظ این کوریدوره و نمیدونم داعش و فلان و همه و گروه های مزدوری که خودش درست میکنه، اونا وسیلن و اینا بهانه. ولی خب چقدر خطرناکه برای جامعه این، برای منطقه به طور کلی، این کوریدوری که جمهوری اسلامی اینقدر کشته برای ایجاد و حفظش، و چقدر حیاتیه برای جمهوری اسلامی؟ های دایی، خب ببینید، اگه مردم ما به سفره خالی خودشون نگاه بکنن، حالا سوای میلیاردها دلاری که نرفتن خرج کردن از سفره مردم، یکی دلایل تحریما همینه. خب وقتی که شما، خود قاسم سلیمانی تمام داستان و جنگ صلیبی میدونه که ما بعد اسرائیل و قده سرطانی نابود کنیم، این کوریدور هم حفظ کنیم که در کنار اسرائیل باقی بمونیم، بتونیم حزب الله رو داشتیم، نابودی اسرائیل. خب وقت که شما تهدیدی هستید برای اسرائیل، برای مصر، برای عربستان، برای کشور خلیج فارس، برای تنگه باب المندب، برای همه شما تهدیدی، خب تحریم میکنن. کسی که دنبال جنگ با شما نمیگرده که، خب تحریمتون میکنن. خب تحریم به خاطر همین هست. یکی یعنی آثار
خیلی کوتاهش همینه، ولی رشد بنیادگرایی وقتی شما میاد از تهران تا مدیترانه، حالا کوریدور باشه یا نباشه، این گروه واپسگرا، امروز صبح دیدم همین سردار حاجی زاده، این سردار رجزخان سخنرانی میکرد، پرچم جمهوری اسلامی رو گذاشته، پرچم حزب الله، کتاب حزب الله، اصحاب عقل حق، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حوثی‌ها یمن، همه رو پشت سرش گذاشته با کمال افتخار. خب شما متحدین تو در منطقه اینان به افکار اینا نگاه کنید، به افکار حزب الله و حوثی‌های یمن، یک مش واپسگرای قاتل و تروریستن. شما با اینا میخواید در منطقه روش بکنید، خب این تهدید برای همه است. ببینید جمهوری اسلامی یعنی ایران، نه جمهوری اسلامی میتونه در منطقه نفوذ داشته باشه. بر چه اساس؟ منافع اقتصادی، اشتراکات فرهنگی، روابط دوستانه با همسایگان و با بقیه. اینا رو چی سوارن؟ با کی متحد شدن؟ اینا با حزب الله لبنان و هشت و شعبی، ابو مهدی مهندس و هادی عامری و حوثی‌های یمن و بقیه. یکی مش آدم واپسگرا، هدف نهایی خوش نم گشتن نابودی اسرائیل، کاخ سفید هم بکنیم حسینیه. مردم ایران اصلا کجا اینا؟ یک جا من از یک بار برای درست کردن چند تا گزارش اومدم تمام این حرفا که راجع به سوریه مقامات درجه یک میزنن، 50 تا از اینا رو جمع کردم، یک جا منافع مردم ایران نیست، منافع ملی نیست، اسلام و مبارزه با آمریکا و منافع فلان دروغ. البته تمام اینا دروغ و دکانه برای اینکه بتونن در داخل کشور حکومت بکنن، ولی خب هم برای مردم خطرناکه، هم برای آینده منطقه خطرناکه، برای کشورهای منطقه خطرناکه، برای صلح جهان خطرناکه. خب طبیعی چوبش در درجه اول مردم منطقه و مهمتر از همه مردم ایران می‌خورن. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، پژوهشگر ارشد روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. ممنونم آقای دایی که شرکت کردید در این برنامه. خب یه چند دقیقه که مونده من به یکی دو نکته کم ارتباط با هم ولی مرتبط مستقیم با برنامه بپردازم. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اعتدالگرای ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی گفت سردار سلیمانی معتدلترین فرمانده سپاه بود یا سپاهی بود، یا حالا همشون شدن طرفدار آرش کمانگیر. قاسم سلیمانی حتی مخالف برجام بود که اینقدر روحانی سنگشو به سینه میزنه. به محض اینکه در دوره ریاست جمهوری اوباما برجام امضا شد و روحانی سخنرانی کرد و گفت میریم به سمت برجام دو و سه، قاسم سلیمانی هشدار داد. نهم اسفند 97 فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه طرح برجام دو و سه از سوی دشمنان در منطقه برای خشکاندن جریانات ناب اسلامی است گفت شکست دشمنان در مقابل ایران حتمی است. ببینین یه نکته دیگرم بگم درباره تشییع جنازه قاسم سلیمانی. این شلوغی تشییع جنازه ها از افراد حکومت در هیچ جای جهان تعیین کننده قضاوت تاریخ و حتی مردم اون کشور نیست. این نصیحت نیست بنده میکنم، این تجربه تاریخه. اینو ببینید، این جمعیت تشییع جنازه استالینه که میلیون ها نفر رو در اتحاد شوروی کشت تا قدرت فردی خودش رو حفظ کنه. چند درصد این جمعیت و فرزندانشون امروز هواخواه استالینن؟ سال 68 که خمینی مرد یادتونه، نمیدونم شاید هنوز به دنیا نیامده بودین، ولی حضور میلیون ها نفر در تشییع جنازه‌اش رو همه دیدن. چند درصد مردم، چه خیلی عظیمی از مردم براش گریه کردن و نمیدونستن آنچه که امروز میدونن. خمینی رو امروز چند درصد مردم ایران یک جنایتکار میدونن که با دروغ و فریب به قدرت رسید، هزاران نفر رو کشت و مملکت رو به این روز که امروز داریم میبینیم انداخت؟ این فیلم به جا مانده از تشییع جنازه حکومتی و پر جمعیت راینهارد هایدریش فرمانده گشتاپو معروف به قصاب پراگ در آلمان نازیه، سال 42 سه سال قبل از سقوط هیتلر بودین. خب بعد از سقوط آلمان نازی و خودکشی هیتلر، میگن خودکشی فلان، به هر حال بعد از سقوط آلمان نازی این جمعیت که دیدین کجا رفتن؟ همه اعضای حکومت نازی هم محاکمه، اونهاشو که دستگیر شدن محاکمه شدن.
سال 1389 در تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ازدحام جمعیت باعث جان باختن حدود 80 نفر شد. ایکنا خبرگزاری قرآنی ایران شمار کشته ها را 78 نفر ذکر کرده. تبلیغات حکومتی باعث شد 10 نفر زیر دست و پا له بشن. چرا اینو میگم؟ همه رو میخواستن توی خیابون برونن توی مسیر یه جا باشن تا جمعیت زیاد دیده بشه، فیلم بگیرن بعد بگن ببینیم. یکی از ایرنا خبرگزاری دولتی ایران نوشته یکی از مصدومان حادثه که جوانی 26 ساله بود و خود را حمید معرفی کرد به خبرنگار ایرنا گفت: در میدان آزادی و ابتدای خیابان بهشتی در کرمان ایستاده بودم و منتظر شروع مراسم بودیم که ناگهان جمعیت به سمت خیابان شریعتی هجوم آوردند و تعدادی از مردم برای فرار از موج تشییع کنندگان به سمت کوچه شماره 2 فرعی رفتیم. در ابتدای کوچه مأموران انتظامات مراسم از عبور مردم جلوگیری کردند و سعی کردند آنها را به عقب برانند که متاسفانه افرادی تعادل خود را از دست داده و به زمین افتادند و در ازدحام جمعیت فوت کردند یا مصدوم شدند. اگر مسیرهای فرعی باز بودند از ازدحام جمعیت کاسته می شد، اما دستاندرکاران مراسم اصرار داشتند مردم به خیابان اصلی برگردند و باعث این حادثه تلخ شدند. من فکر می‌کنم فرصت بیشتری نداریم برای اینکه فیلم‌ها و وارد موضوع دیگه بشیم، فیلم‌ها و عکس‌های بیشتری رو نشون بدیم. حالا بریم پرده آخر. فرمود یه سنگی بود 70 سال پیش انداختن تو جهنم، 70 سال بود میرفت، حالا خود به ته جهنمی صداش بود. از لب جهنم تا ته جهنم 70 سال سنگ با سرعت بره، وقتی میمیره بخوره ته جهنم. 70 سال راه، اینم ته جهنم. شب و روزگار خوش.